تو خیابون مختاری من یه بعدن یه رفیقی داشتم به نام علی علایی، خدا بیامرزه، الان فوت کرده. این باجناق منم بود. من با اون تو مدرسه حکیم نظامی شروع کردیم به آکروبات بازی کردن. بالانس می زدیم لب جوب، بالانس می زدیم مثلا جای بلند. بعد من زیرکاری میکردم، اون میاد و دست پای من بالانس میزد. بچه بودیم اینا، یواش یواش یه آقای دیگه هم به ما اضافه شد به نام آقای لیکمراد. بعد یکی دیگه هم اومد، آقای صالح پور. ما چهار نفر شدیم. این چهار نفری کارهای آکروبات میکردیم. بعد از کارهای آکروبات وقتی می رفتیم راهن، رو اون چمن ها راهن آکروبات بازی می کردیم، پلیس های راهن عقب ما می کردن که چرا اومدی چمن. ما می دویدیم اومدیم این بر، از این هارتل های آهنی می زاشتن اونجا، مثلا آهن هارتل هم می زدیم. یواشه ها شدن به من هارتل هم می تونم بزنم. رفتم باشگاه، رفتم باشگاه، باشگاه نیرو راستی. کجا؟ دوچرخه سواران. اونجا که رفتم خیلی از نامدارا اونجا وزن برداری میکردن. من استیلم خیلی عالی بود، استیلی که من کار میکردم. بعد نامجوم میاد اومد اونجا، از من خوشش میمد، میگفت خیلی خوب میزنی، یه ضرب دو ضربت خیلی خوبه. ما تیممون تو همون باشگاه دوچرخه سواران اول شد. تیم وزن برداری؟ تیم وزن برداری جوانانمون که منم جزو جوانان بودم اول شد. تو کشور؟ بله دیگه. بعد از 28 مرداد من رفتم سربازی کرمان. وقتی رفتیم سربازی بعد 28 مرداد، دانشکده احتیاط یه افسری بود اومد گفت آقا هر کی میخواد بمونه، هر کی نمیخواد بره اون بار. ما جزء اینا، خودم وایسادم برم سربازی، میتونستم نرم آزاد. ما خلاصه 6 ماه اونجا بودیم و ما اولین دوره ای بودیم که بهترین سلاحهایی که بعد از 28 مرداد تحویل ارتش شد به ما یاد دادن. یعنی ما که می رفتیم چیز پادگان که رفتیم کرمان، فرمانده اونجا یه آقای بود، یه تیمساری بود امامپور، گفتن این همه افسرهای احتیاط رو باش دست میده، سوال میکنه، بعد میگه برو اونور یا اینور. اگه یه ذره شل دست بدی میگه برو بندر عباس. این خیلی قوی بود. منم وزن برداری ورزشکار بودم، اصلا تا به من دست داد همینجور نگرشتم، تا اومد تکون بده اصلا نذاشتم تکون بده، گفت برو اونجا برو. رفتم اونور جز اونایی که کرما میمونن، دیدم همه رو رد میکنن این برامر. ما چند نفر موندیم اونجا،
من شدم فرمانده گورهان. دستور اومده بود که از اینا استفاده کنین. مسلسل برامونینگ، خمپاره 105، خمپاره 80، توپخانه، همه اینا رو ما دیده بودیم. یعنی من رفته بودم اونجا، یعنی اگر من پیر شدم جفه، همه رو بلد بود. بهترینشم بودم. من جز بهترین شاگردای شناسایی اسلحه بودم و بعد گورهان که بودم به تمام فرمانده های خودم درس می دادم. درس همین اسلحه هایی که به ما داده بودن اونا نمی دستن. ما از نظر این که ما می دونستیم اونا در مقابل ما هیچ لنگ انداختن دیگه. چون جدید بود، اسلحه های جدید بود. براورینگ، مسلسل براورینگ، خمپاره 105، همه سینوس کوسینوس بود. من ریاضی فوری زاویه چیز میکردیم و نارنجک فلان کلت، همه اینا رو ما دیده بودیم. یه سرهنگ آریانیا بود، فرمانده من بود. من صدا کرد گفت جلو همه منو نهیری بیرون، من بلد نیستم. گفتم من مگه شما ارتشی نیستی؟ به ما دستور دادن از اون بالا تا پایین اگه یاد نگیری ما گزارش کنیم. خلاصه شوخیمون شروع شد. بعد دبیرستان نظام صدای منم که افسر نگهبان می شدم، فرمانده به اصطلاح صف، وقتی به صف می شدن من افسر نگهبان فرمان می دادم، همه باید گوش می کردن. یه روز همون چیزایی که ما دبیرستان نظام یاد گرفته بودیم من اونجا تکرار کردم. یه سرهنگ تکون خورد. گفتم آوی عمده، بی حرکت. برگشت اینجوری کرد دست دندت پایین. منم وسط پادگان بودم. بعدم من صدا کرد خجالت نکشیدی؟ گفتم افسر نگهبان خجالت میکشه؟ بالاتر از تو هم باشه باید وایسه. وقتی خب فرمان میده آیین نامه گفته باید همه بدون حرکت بایستن. خوشش اومد. خلاصه من گورهانم از همه بهتر بود. بعد زد و همه اینا رفتن شیراز. این چیزایی که ما یاد داده بودیم باید برن اونجا در امتحان بدن، درجه بگیرن. گردان افتاد دست من. یه گردان افتاد دست یکی دیگه. ما شدیم فرمانده گردان. گورهان، سوتوانسه، خلاصه اینا برگشتن و نظام ما هم تموم شد و اومدیم بیرون.